خدا وقتی یه بیماری به آدم میده، یه رنجی میده، اون وقت عوضش چند تا دعاشو مستجاب میکنه. مردم تو خونه شون نشستن میترسن. اون خانمه که به من میگه اکرم لیوان نداره، لیوانش جام. ابدا ترس از این که خودم مبتلا بشم ندارم. سلامت باشی. یکی این خانم اومد من گفت شما نیروی خدماتید؟ گفتم آره. گفت پرستاری چقدر مهربونی. گفتم نه من پرستار نیستم. همین شوآفش، این چی میگم؟ این شوآفش در حتی اگه من الکی تری بکشم، این انرژی دادنش بهشون خیلی خوبه. خیلی نیروهای جهادی اومدن، از آقایون روحانی اومدن، خانوم، آقا، بله. بیشتر ما با خانوم ها مشکل، خانوم ها کمتر میان. اینقدر با دل و جرأت تو خانوم ها کمتر. الو سلام، دارم میان معرفی شدن، میان خدا. کجا هستی شما الان؟ دفتری؟ بفرم آقای بنی هستم. کجا کار میکنید؟ هر جا شما بگید. کار ما سخته؟ اشکال نداره. یعنی اول کار که دلتون نواز قاطی بشه؟ نه اشکال نداره. تو اینجا ما ببین لباس مریض عوض میکنیم، غذا دهنش میکنیم، مای بیبیش عوض میکنیم، مریض راه میبریم، دستشوی میبریم، لوله میدیم، لگن میدیم، همه کار مشکل نه نظافت میکنیم. یا الله. سلام علیکم. این خانم اسم شبشون یادم رفت. خانم زاهدی تشریف بودن همکار ما باشن امروز اینجا کمک کنن. شیفت خوبی داشته شما. ببخشید. او از همون دم در که من وارد شدم با این حساب وارد شدم، ممکنه همه اینایی که اینجا رفت آمد دارن مثبتن. خب باید با یه همچین فرضی آدم وارد بشه که بتونه بیاد اینجا کار کنه دیگه. واقعیت هم اینه که حالا اینجا شاید یه مقداری میکروب بیشتری باشه، ولی مگه این دکترها و پرستارا که اینجا کار میکنن مسئولن؟ ما هم یکی مثل اینا اگه قرار باشه بگیرن همه اینا میگیرن. ما هم میگم این حرکت من شبیه بچه های زمان جنگی که شناسنامه هاشون دستکاری میکردن، خانواده هاشون اجازه نمیگرفتن میرفتن. نه به جانتید. ببین نما کن اینقدر خود قرار به من ثواب بده، اینقدر ریا کردن تا حالا. اوه به من گفته بودم روشویی ها رو تمیز کنه. بگه وای دوباره تو شروع کردی اردوی جهادی، برای چی؟ مگه الان جایی میبرم؟ بعد بگم نه اردوی جهادی منظورم بیمارستان کامکاره. همینو که بگم دو حالت داره، یا من میگه کلن خونه برو بیرون دیگه برنگرد، یا موافقت میکنه. اون وقت اگه موافقت کنه، موافقت نکنه، من باید از پلیتیکای بعدی استفاده کنم. میگم پدر من فکر کن دور از جون شما مبتلا بودی، خب من باید میومدم پیشتون دیگه. جان من دادم میگه که تخت چیز تو اتاق دو سرویس بهداشتی که من همیشه شکم من یکی چیز جا مونده. خب اون اگه بتونه این داده زداری چیز نگهبانی بدی اونجا رفتی چه سرویس بهداشتی اتاق دو؟ آره اونجا. اوکی باشه. الان خانمای عزیز، خانم خوشگل، میشه بشینی من یه دور تی بکشم هیچکی راه نره؟ انشالله زود حالتون خوب بشه، همه حالشون خوب بشه، این بیمارستان خالی بشه، همه برن سلامت سر سفره عید بشینن. این که مردم حالشون خوب میشه این خیلی خوبه. میبینن یه نفری که دخلی به این سیستم نداره داره کار میکنه اینجا، این انرژی دادنش بهشون خیلی خوبه. این اتاق بغلی هست همه جا جذابتر، اینجا این های هیئت دارم میگم. این اتاق چیز حسینیه این بخشه. صدای گوشی شما؟ زیارت هاشو میکنم. چرا توی پیام رسانه پر شده که ده روز زیارت هاشو رو بخونید، هدیه کنید به روی حضرت نرجس خاتون. موسیقی
خب من دست این دستکش نه اینجا در بیارم یا باشه؟ آره اونی که گفتم شسته بودم. اسکاترم؟ دینی بعدیش چیه؟ آدم ماسک داره، این عینکا داره، شما نمیدید ما مثلا داریم میخندیم. بعد تازه آره مثلا یه تشکر چشمی چیزی حتما نه. خب بابا بعد پشت این همه لایه‌ها چجوری ببینه چشای من اینجورم ابراز احساسات میکنم. قربون شما، انشالله همه خوب بشن. هیچکی از کار کردن چیزیش نشده. حالا وقتی میبینه کسی که اصلا رفتی به بیمارستان نداشته، شاید هیچ وقت گذرش نخواد به بیمارستان اومده، با این شرایط که بیمارستان کمک میکنه خود انرژی بگیره و این خانم خیلی هم من تعریف میکنم. این خانم بکنم بیرون باید باشون حساب کنم. خدا وقتی بیماری به آدم میده، یه رنجی میده، اون وقت عوضش چند تا دعاشو مستجاب میکنه. دعا کنید، شما دعاتون مستجاب. آره بابا ماه رجبه، ملت انقدر حواسشون به کرونا، حواسشون نیست ماه رجبه. جالب بود، میگفت از وقتی این اتفاق افتاده من بکنم لانگ تایم به این یک سر موندنشون میگه. میگفت یک سر صبح تا شب میام میمونم، شب که میرم خونه اصلا احساس خستگی نمی کنم. وای چقدر این تیه کشیدن برعکس سخته. یه داده بایدم برعکس بکشی، ولی امیدتون رو دست ندید. بدترین مریضی ها و توکل به خدا خوب میشه. بعدی این ماسکا چیه؟ وقتی آدم ها دارن حرف میزنن نمیفهمی چی دارن میگن. بله خسته شده. این فلاسکا چای دارن؟ خودم رو پاک کنید ولی این تاوله رو بگیرید. چای بریز بخوری؟ تو همین لیوان نیستی؟ لیوان چای نمیدونی؟ لیوان نمیدونی؟